درود بر بهترین ها، وقتتون بخیر. در خدمت شما هستیم با فصل 14 علوم تجربی هشتم، قسمت دوم. در اینجا به یکی از قوانین فوق‌العاده مهم نور میرسیم با عنوان قانون بازتاب نور. عزیزان، در ویدیوی قبلی توضیح دادیم که نور از اجسام منیر برخورد میکنه به اجسام غیر منیر و بازتاب میشه. اولین چیزی که در اینجا باید بلد باشیم عزیزان، تشخیص پرتوهای نور هست. برای اینها اسمهایی در نظر گرفته شده: پرتو تابش و پرتو بازتاب. پرتو تابش رو با آی کوچیک نمایش میدیم، پرتو بازتاب رو با آر کوچیک نمایش میدیم. حالا ببینید، پرتو تابش در واقع پرتویی است که به جسم تابیده می شود. فرض کنید شما چراغ قوه رو گرفتی، میتابونی به دیوار، میتابونی به آینه. اون پرتویی که داره میره میخوره به اون جسم، بهش میگیم پرتو تابش. حالا وقتی نور خورد، بازتاب میشه. اونم میشه پرتو بازتاب که گفتیم با حرف آر کوچیک نمایشش میده. این نقطه، جایی که پرتو نورمون خورده، اسمش هست نقطه بازتاب، جایی که داره بازتاب اتفاق میفته. در اینجا ما میایم یک خط عمود رسم میکنیم. نگاه کنید، خود اینجا کشیده. خط عمود بر چی؟ خط عمود بر سطح بازتاب کننده. حواستون به این باشه، خط عمود بر سطح بازتاب کننده، یعنی بر اون سطحی که داره نور ما رو بازتاب میکنه یه خط عمود میکشیم. حالا دو تا زاویه خواهیم داشت، یکی این زاویه که با خط آبی نمایشش میدم و یکی این زاویه که با خط سبز نمایشش میدم. این زاویه اسمش هست زاویه تابش و حرف آی رو می نویسیم علامت زاویه بالاش. این یکی زاویه، زاویه بازتاب، حرف آر رو می نویسیم و علامت زاویه بالاش. زاویه تابش و زاویه بازتاب. زاویه تابش رو تعریف میکنم، لطف میکنید یادداشت میکنید، چون توی شکل ها به خصوص وقتی شکل پیچیده به شما میدن، اول باید زاویه تابش رو پیدا کنید. بعضی وقتا بچه ها اشتباهی چون تعریف زاویه تابش رو بلد نیستند، تعریف زاویه بازتاب رو بلد نیستند، اشتباهی میان اینو زاویه مثلا تابش در نظر میگیرن یا اینو زاویه بازتاب در نظر میگیرن. این یکی از بزرگترین اشتباهاتی است که شما توی برگهاتون مرتکب میشین. زاویه تابش، زاویه بین پرتو تابش و خط عمود بر سطح بازتاباننده. چی شد؟
زاویه تابش، زاویه بین پرتو تابش، اونجا دارید میبینید این پرتو تابش و خط عمود بر سطح بازتاباننده در نقطه تابش. زاویه بازتاب چی میشه؟ زاویه بین پرتو بازتاب و خط عمود بر سطح بازتاب کننده در نقطه تابش. هر وقت شکلی بهتون دادند و لازم بود در اون شکل شما بگردید دنبال زاویه تابش و زاویه بازتاب و اینجور چیزا، اول باید این دوتا تعریف رو که گفتم تو ذهنت مرور کنی و به کمک این تعریف زاویه ها تو پیدا کنی. اینو لطفا خیلی دقت کنی. حالا ما میخوایم قانون بازتاب نور رو بفهمیم چی هست. عزیزان در اینجا فقط با اجزا آشنا شدیم، با پرتو تابش، پرتو بازتاب، خط عمود، زاویه تابش و زاویه بازتاب. حالا بریم سراغ قانون بازتاب نور. برای اینکه این قانون رو بهتر متوجه بشید عزیزان، این فیلم رو ببینید. خوب دقت بفرمایید. الان اینجا داستان چیه؟ این پرتو لیزری است که ما تاباندیم. پرتو لیزر ماست. پس این میشه پرتو تابش. خوب دقت کنید، این آزمایش رو تو خونه میتونید انجام بدید. یه نقاله روی سطح میز بذارید، یه آینه عمودی روی زمین بذارید به همین راحتی، بعد بیاین خط عمود بر آینه رو رسم کنید. اینم خط عمودمون. حالا پرتو به کمک چراغتون هر چیز پرتو نورانیتون رو بتابانید، پرتو تابش میخوره به اینجا و طبیعتاً از این طریق بازتاب میشه. حالا اگر این دوتا زاویه ها رو نگاه کنین به خوبی مشخصه که نگاه کنین این زاویه و این زاویه. کاملا با هم برابرند، کاملا با هم برابرند. قانون بازتاب همینو میگه. دقیقا قانون بازتاب داره به ما میگه عزیز جان در هر تابشی که اتفاق میفته زاویه تابش که این زاویه بود با زاویه بازتاب که این زاویه است از نظر عدد اندازه برابرند. حالا ادامه فیلم رو باز ببینیم، نگاه کنیم. پرتو رو داره میتابونه، حالا سعی میکنه زاویه تابش رو کوچیک کنه. زاویه تابش رو داره کوچیک میکنه. زاویه تابش کدام بود؟ باید بتونین پیداش کنین. زاویه تابش داره کوچیک میشه. نگاه کنید زاویه بازتاب هم داره کوچیک میشه. فقط باید موقع تاباندن نور دقت کنیم دستمون جابجا نشه. اینجا یه مقدار داره جابجا میشه. زاویه تابش هی داره کوچیک و کوچیکتر میشه. دوباره نگه داشتم فیلم رو، نگاه کنین. الان میخوایم قانون بازتاب رو تحقیق کنیم. این زاویه تابش، این یکی زاویه بازتاب. دقیقا از روی این درجه ها نگاه کنید. این که خط عمودمون بود، این خط عمود بر آینه. درجه ها رو نگاه کنید. زاویه تابش، زاویه بازتاب هم نگاه کنید. باز هم به کوچک کردن زاویه تابش ادامه میده.
زاویه تابش داره کوچیک میشه. عزیزان زاویه تابش رو نگاه کنید، صفر شد. زمانی که پرتو نوری عمود بر آینه میتابد، یعنی میفته روی خط عمودمون. زاویه تابش رو یه بار تو ذهنم تعریف میکنم، زاویه بین پرتو تابش و خط عمود. زمانی که پرتو تابش من زمانی که پرتو تابش من دقیقا روی خط عمود افتاده، بین پرتو تابش و خط عمود دیگه زاویه ای نیست. پس میگیم زاویه تابش صفر شده است. زاویه بازتاب هم برابر با زاویه تابش طبق این قانون، پس زاویه بازتاب هم صفر میشه. در نتیجه نور همون شکلی که داره میره تا میخوره به آینه، همون شکلی هم روی خودش بر میگرده. زاویه تابش صفر، زاویه بازتاب صفر. دوباره شروع میکنه به بزرگتر کردن زاویه تابش. این دفعه از این طرف خط عمود زاویه پرتو تابش رو داره میتابونه. نگاه کنید، این پرتو تابشمونه. اینم خط عمود، این زاویه تابش، اینجا بازتاب داره میشه، اینم زاویه بازتاب. داره زاویه تابش رو از این طرف داره بزرگترش میکنه، هی داره میبره رو به اون ور. نگاه کنی، هر چی زاویه تابش بزرگ میشه، زاویه بازتاب هم داره بزرگ میشه. نگاه کنی، بزرگتر شد، بزرگتر شد، بزرگتر شد، بزرگتر شد. زاویه تابش در آخرین مرحله شده 90 درجه. این قانون بازتاب نور بود که در این فعالیت شما میتونین همین رو انجام بدین. اینها، این قسمت هم علامت میزنیم. قانون بازتاب نور، قانون بازتاب نور، زاویه تابش برابر با زاویه بازتاب. اما حالا بیایم سراغ یک تعریف خیلی مهم، بازتاب منظم و بازتاب نامنظم. خوب دقت کنن دوستان، بسیار مهم هست. بعضی از سطوح بازتابی که انجام میدند بازتاب کاملا منظم است. یعنی چی؟ پرتوهای تابش به صورت موازی با هم میان میخورن به سر، به صورت موازی هم بازتاب میشن. اگر چنین سطحی داشته باشید شما داخلش میتونی تصویر خودت رو ببینی، مثل آینه. در آینه بازتاب منظم اتفاق میفته. چرا تصویر خودتو میبینی؟ چون تمام اون نورهایی که موازی میره میخوره به آینه همون شکلی برمیگرده به چشم شما. پرتوهای شما میره میخوره برمیگرده، در نتیجه تصویرتو میبینی. اما اگر سطح جسممان ناصاف باشد، مثل اینجا تصویر میکروسکوپی کاغذ رو نگاه کنی، کاغذ در ظاهر خیلی صافه، اما اجسام صاف هم وقتی زیر میکروسکوپ نگاهشون کنی میبینیم سطحی بسیار ناصاف دارن.
وقتی سطح ناصاف باشه، پرتوهای تابش بعد از اینکه برخورد میکنن موازی دارن میان، موازی هن، نگاه کنید پرتوهای تابشو. اما بعد از بازتاب پراکنده میشن، دیگه موازی نیستن، پخش و پلا میشن، نور از شما میره میخوره به مقوا، بازتاب هم میشه، اما یکیش میره اون بر، یکیش میاد این بر، یه پرتو میره اون بر، دیگه پرتوها موازی به سمت چشم شما نمیان که بتونی تصویر خودت رو توی مقوا یا کاغذ ببینی. مبحث بسیار مهم هست، این قسمت رو علامت بزنید تحت عنوان بازتاب منظم و بازتاب نامنظم. شکلاشون هم مهم هست، بازتاب منظم و بازتاب نامنظم، شکل ها هم مهم. حالا دوستان یه نکته رو دقت کنن، خیلی وقتا پرسیده میشه که آقا چرا این نورها پراکنده شدن؟ میگم خب سطح ناصافه. میگه یعنی آقا زاویه تابش و زاویه بازتاب دیگر با هم برابر نیستند؟ اصلا چنین چیزی رو حواستون باشه نگی. در هر بازتاب همیشه قانون دیگه، قانون یعنی اصلا استثنا نداره، در هر بازتاب همیشه زاویه تابش با زاویه بازتاب برابر است. آقا پچرا اینا اینجوری پخش و پلا شدن ولی اینا این موازی هست؟ دقت بفرمایید. این بازتاب منظم است دوستان. من میام برای این پرتوها خط عمود میکشم. نگاه کنید. این خط عمود این، این هم خط عمود این، این هم خط عمود این، این هم خط عمود، اینجا خط عمود، این هم خط عمود. حالا زاویه تابش آ1 با زاویه بازتاب آر1 برابر، زاویه تابش دوباره آ2، زاویه تابش آ3 و به همین ترتیب اینم آ2، اینم آ3. همون جور که میبینید زاویه تابش پرتو شماره 1 با زاویه تابش پرتو شماره 2 با زاویه تابش پرتو شماره 3 برابر است، پس زاویه های بازتابشون هم با هم برابره، در نتیجه به صورت موازی بازتاب میشن. اما حالا بریم سراغ این بازتاب نامنظمه. دوستان باز هم قانون بازتاب برای هر پرتو ثابته، زاویه تابش برابر با زاویه بازتاب، اما برای هر پرتو چون سطح من صاف نیست، من مجددا خط عمود میکشم، این خط عمود این پرتو، این خط عمود این یکی پرتو، این خط عمود این یکی پرتو. برای پرتو شماره 1 نگاه کنین، زاویه تابشش با زاویه بازتابش برابره، برای پرتو شماره 2 هم همینطور، زاویه تابشش با زاویه بازتابش برابره، و برای پرتو شماره 3 زاویه تابش آ3 برابر با آ3، زاویه تابش و بازتابای هر کدام با خودشون برابره، اما دیگه چون سطحمون صاف نیست، آ1 زاویه تابش شماره 1 دیگه برابر آ2 نیست، برابر با آ3 نیست. فهمیدین چطور شو؟ در بازتاب منظم زاویه تابش همه پرتوها
با هم برابره، زاویه بازتابشون هم همه با هم برابره، در نتیجه پرتوها به صورت موازی بازتاب میشن. اما در بازتاب نامنظم زاویه تابش هر پرتو با زاویه تابش پرتو دیگر فرق داره، چون سطح ناصافه دیگه. الان دوستان این قسمت رو ببینید، الان برای پرتو شماره یک این سطح بازتاباننده، برای پرتو شماره دو این سطح بازتاباننده است، برای پرتو شماره سه این سطح بازتاباننده است. یعنی هر نقطه یه سطح بازتاباننده مستقل محسوب میشه، چون کج و کله است هر سطحی. الان اینجا رو نگاه کنید، این سطح بازتاباننده اینه، این یکی سطح بازتاباننده اینه. این سطح ها رو اگر نگاه کنین، سطح بازتاباننده ها کج و کله شده، وگرنه قانون بازتاب سر جای خودشه، زاویه تابش هر پرتو با زاویه بازتاب همان پرتو برابر است. خود را بیازمایید، رو انجام میدین، زاویه تابش ها رو بهتون داده در این دو تا شکل. این یکی رو هم خیلی دقت کنید، زاویه تابش رو تو ذهن تعریف کن بعد انجام بده، شبیه همون نکته ای که گفته بودم براتون. اما حالا میخوایم بریم سراغ وسایلی که پرتوهای نور را به صورت منظم بازتاب می کنند. خانواده آینه. عزیزان در مورد ساخت آینه در گذشته ها چیزایی خوندیم، کاری نداریم. شیشه یه سطح بسیار صافه که میایم یک طرفش رو جیب اندود یا نقره اندود می کنیم، یه سطح بازتاباننده براش ایجاد می کنیم تا نور رو به خوبی تقریبا تمام نور رو بازتاب کنه. چون سطحش هم صافه، بازتابی که اتفاق می افته بازتاب نامنظم هست. رسم تصویر در آینه ها مهمه، دقت کنیم. فعلا یه آینه تخت اینجا گذاشته، یه جسم اینجاست، ما از داخل آینه داریم تصویرشو میبینیم، میخوایم ببینیم چه جوری تشکیل میشه این تصویر. لطفا دقت کنی، دوستان همیشه گفته بودم، در فیلم قبلی هم تاکید کرده بودم، برای نشان دادن هر نقطه دو پرتو لازم است. برای نشان دادن هر جسم دو تا پرتو باید رسم کنیم. تو داستان سایه یادتون هست گفته بودم، هر جا قرار شد تصویری رسم کنید توی علم اپتیک، شما باید از هر نقطه دو تا پرتو رسم کنید. حالا فرض کنید جسممون رو تصور کرده که دو تا نقطه است، یه پرتو اومده اینجا خورده به آینه، یه پرتو هم اومده اینجا خورده به آینه. ما میدونیم از جسم ما میلیاردها پرتو در از جهتهای مختلف داره منتشر میشه. از بین اون میلیاردها پرتو دو تاشو نیاز دارید، این دوتا رو که کشیدن میاد میخوره به آینه و طبق قانون بازتاب بازتاب میشه. نگاه کنه، این خط عمود این پرتو، اینم خط عمود این پرتو، این زاویه تابشش، اینم زاویه بازتابش، با هم برابرن. این یکی هم این زاویه تابشش، اینم زاویه بازتابش، چون سطحمون هم صاف، زاویه تابشای هر دوتا با هم برابر، کاری با اینش نداره. حالا نور خورده به آینه، زاویه تابش برابر با زاویه بازتاب، در نتیجه با همان زاویه این نور بازتاب شده به سمت چشم ما،
اون یکی پرتومونم با همان زاویه که داشت خودش منتشر شده اینجا. نور جسم اومد بازتاب شد خورد به چشم ما، ما داریم اونو میبینیم. اما مهم 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 خیلی مهم، اما چشم ما تصور میکنه این نورها دارن از اینجا میان. فکر میکنه اینجا دارن میان، به چشمش دارن میرسن. خوب دقت کنید، هر وقت جهت نور تغییر کند چشم ما تشخیص نمیده. ابتدای فصل عرض کرده بودیم نور به خط مستقیم سیر میکند. چشم ما عادت کرده، منظور از چشم ما کل قدرت حس بینایی ما که به همراه مغزمون، عادت کرده نور را به خط مستقیم فرض کند همیشه. حالا از این نقطه نوری اومده رسیده چشم ما، چشم ما فکر میکنه این نقطه، این نور مستقیم آمده، از درون دل آینه آمده. این یکی پرتو هم همینطور، این پرتو چشم ما و حواس ما فکر میکنه این پرتو اینجا اومده. دقت کنید از نقطه چین استفاده کردم. اون تصویری که من و شما توی آینه میبینیم در واقع اصلا وجود نداره. واقعیت و چون این خطای پیوسته هستن، خطای نقطه چین واقعیت نیستن. نور از جسم اومد خورد به آینه بازتاب شد به چشم ما، همین نور جسم چشم ما رسید، ولی چشم ما فکر میکنه یه جسمی توی آینه است. به چنین تصاویری که در واقعیت وجود ندارن، داخل آینه چیزی نیست، آینه یه صفحه باری که ولی شما نگاه میکنی فکر میکنی مثلا یه شکلی 20 سانتی متری داخل آینه است، درون آینه است، چنین چیزی نداری. به چنین تصاویری که حاصل امتداد دادن پرتوهای نور هستند و درون آینه تشکیل میشوند، در حالی که درون آینه هیچی نیست، پشت آینه هیچی نیست. به چنین تصاویری میگیم تصویر مجازی. در مقابلش ما تصویر حقیقی رو داریم دوستان. زمانی که توی کلاس شما به کمک دیتا پروژکتور یه تصویر میندازن روی پرده، واقعا یه تصویری اونجا میفته، تصویر واقعی است، به او تصویر میگیم حقیقی. تصویری که واقعا روی پرده افتاده مثل سینما، تصویری که حاصل پرتوهای مستقیم نور است بهش میگیم تصویر حقیقی. اما یه بار دیگه میگم، اینا رو فیلم رو نگه میدارید یادداشت میکنید. تصویر مجازی، تصویری که حاصل امتداد دادن پرتوهای نور است. دقت کنید اینها امتدادش دادیم، به صورت نقطه چین اعلام کشیدیمش که شما بدانید این پرتو پرتو واقعی نیست، من ادامش دادم به پرتوهایی، به تصویرهایی که حاصل امتداد دادن پرتوهای نور است و در داخل آینه پشت آینه تشکیل میشه، در حالی که اون تو چیزی وجود نداره. به چنین تصویرهایی میگیم تصویر مجازی. خب از این بحثم بگذریم. دوستان یکی از ویژگی های آینه تخت که خیلی مهم هست اینه که فاصله جسم تا آینه دقیقاً با فاصله تصویر تا آینه برابر. اینو دقت کنید، شما وقتی جلوی آینه تخت وای میسید، اگر فاصله شما تا آینه حدوداً نیم متره، فکر میکنید تصویر شما هم نیم متر پشت آینه است.
نیم متر پشت آینه. من داخل این آینه دارم تصویرم رو میبینم، فاصلم نیم متره، تصویری که فکر میکنم پشت آینه افتاده اونم فاصلش نیم متره. به راحتی میتونید این رو آزمایش کنید، به راحتی. یه خطکش نیاز دارین یا آینه؟ آینتون رو بذارین، خطکشتون هم اینجوری رو زمین بذارین، فرض کنین این خطکشتونه، تصویر انتهای خطکش رو توی آینه دارید میبینید الان، از اینجا شما دارید نگاه میکنید، این چشم شماست، تصویر انتهای خطکش رو داخل آینه دارید میبینید، میبینید داخل آینه هم دقیقا همون خطکشه، اگر 20 سانتی متره، باز چون داخل آینه است دقت کنید دارم نقطه چین میکشمش که بگیم مجازی است، میبینی تصویر انتهای خطکش شما هم دقیقا اون درجه ها رو اگر نگاه کنید داخل آینه میبینی با این برابر، فاصله جسم تا آینه برابر با فاصله تصویر تا آینه است، تصویر مجازی. یه دونه پریسکوپ داریم میبینیم، پریسکوپ یا پیرابین، در دوره ابتدایی هم داشتین این رو، از دو تا آینه ی تخت استفاده میشه، خیلی وقتا از منشور استفاده میکنه، پریسکوپ یا پیرابین یا چشم زیردریایی. شما اگر زیر دریایی ها رو دقت کرده باشین توی حالا فیلم هایی که وجود داره میبینین یه لوله ازش میاد بیرون، از آب بیرون زده، اینجا آبه، به کمک اون سرنشینان زیر دریایی دارن بیرون رو میبینن، دقیقا همینه، دو تا آینه یه تخت نصب شده دوستان، با زاویه 45 درجه نسبت به افق میتونید بسازینش، اینم یا آینه تخت دقیقا موازی با هم باید باشن با زاویه 45 درجه، این آینه تخت شماره 1، این آینه تخت شماره 2. پرتوهای موازی نور اجسام میاد میخوره به آینه اولی، بازتاب میشه به آینه دومی، بازتاب میشه به چشم سرنشینان مثلا زیر دریایی. نمونای کاربرد این وسیله غیر از زیردریایی بازم هست، اما میریم سراغ آینه های کروی. دوستان آینه های کروی در واقع چی بودن؟ یه توپ شیشه ای رو تصور کنیم، یه توپ شیشه ای، حالا بیایم این توپ شیشه ایمون رو برش بزنیم، یه تیکه، این تیکه رو من بریدم، اون تیکه رو که بریدم میارمش بیرون، این تیکه ای که بریده بودی، حالا یه تیکه دیگه میبرم، اون تیکه رو میارم بیرون، اینم اون تیکه که آوردم بیرون. دوستان حالا اگر این دوتا تیکه که پس از یه توپ، دقت کنید، دایره نه کره، یه کره شیشه ای داشتم، یه قسمتشو بریدم، یه تیکه ازش آوردم بیرون، حالا میام اون تیکه مورد نظرم رو اگر داخلش رو جیوه اندود یا نقره اندود کنم، یعنی سطح باز تاباننده بهش بزنم، این طرفش میشه آینه. اگر قسمت برآمدش رو جیوه مالی کنم، این قسمتش میشه آینه.
به این میگیم آینه کوژ یا آینه محدب، به این یکی میگیم آینه کاو، کاو فرو رفتگی، کوژ برآمدگی، کاو یا آینه مقعر. حواستون باشه هر جا لازم شد اسم آینه ها رو بگید حتما کلمه ی آینه رو باید کنارش بذارید، چون دقیقا همین دو نوع رو توی عدسی ها هم داریم. فصل بعدی خدمتتون خواهم گفت. هیچ وقت نمیگید محدب این آقا، میگید آینه محدبه. اینو دقت کنید. این شکلی آینه های کروی ساخته میشه. پس در واقع آینه های کروی یه قطعه از یه کرن، کره شیشه‌ای، که یه طرفشون رو نقره اندود یا جیوه اندود کردیم. تصویرها رو نگاه کنید. هر سه نوع آینه، آینه تخت، آینه کاو یا مقعر، آینه کوژ یا محدب. آینه تخت اندازه تصویر و جسم برابر، اگر طول این عروسک 20 سانته تصویررم طولش 20 سانته، کوچیک و بزرگش نمی کنه. پس اندازه تصویر برابر با اندازه جسم، فاصله جسم تا آینه برابر با فاصله تصویر تا آینه. در آینه تخت دیدیم این شکلی بود. اما دوستان در آینه کاو نگاه کنید. جسم، اندازه جسم کوچکتر از اندازه تصویره. یعنی آینه مقعر یا کاو تصویری بزرگتر می سازد. حالا آزمایش اینا رو انجام دادم، در ادامه یه فیلم میذارم براتون ببینید. در آینه کوژ نگاه کنید. جسم بزرگتر از تصویره. آینه کوژ یا آینه محدب تصویر را کوچک می کند. یه نکته ای که بچه ها این درشتی و کوچک شدن تصویر ما رو به اشتباه میندازه اینه که وقتی در این آینه کاو تصویر بزرگتر شده فکر میکنیم تصویر نزدیک شده چون گنده شده، اما در واقعیت چنین نیست. یعنی اگر خطکش بذاریم و اندازه گیری بخوایم بکنیم دقیق با آزمایشی، خواهیم دید که در آینه کاو فاصله جسم تا آینه کمتره تا فاصله تصویر تا آینه. در کوژ برعکسه، چون جسم کوچیک شده فکر میکنیم دور شده، اما چنین نیست. فاصله جسم تا آینه اگر 20 سانتی متر باشه، فاصله تصویر تا آینه نزدیکتر میشه، میشه 10 سانتی متر. به همین خاطر در آینه بغل اتومبیل ها که آینه کوژن، در بعضی از ماشینا میبینی یه برچسب روشون چسبونده نوشته اجسام از آنچه که در آینه میبینید به شما نزدیکترند. چون ما تو آینه کوژ جسم کوچیک میبینیم فکر میکنیم دوره. اون هشدار رو به این خاطر زدن که وقتی تو داری آینه نگاه میکنی ماشین پشت سریت فکر میکنی مثلا 5 متر فاصله داره، نه اون نزدیکتره، شاید 3 متر فاصله داشته باشه. این همون برش دهنده ها، برش هایی بود که توضیح دادن. دوستان آینه کاو یا محدب، ببخشید مقعر، آینه کاو یا مقعر
میتونه تصویر روی پرده هم تشکیل بده، یعنی تصویر حقیقی. آینه کوژ محدب، چون پرتوهای نور که میخوره بازتاب میشن و پراکنده میشن، تصویر حقیقی تشکیل نخواهد داد، یعنی نمیتونه تصویر یه جسمی رو بندازه روی پرده. آینه محدب یا کوژ فقط میتونی خودتو توش ببینی، تصویر مجازی تشکیل میده. اما آینه فرو رفته، کاو یا مقعر، چون پرتوها رو میتونه متمرکز کنه، الان توضیح خواهم داد، میتونه تصویر یه جسمی رو بندازه روی پرده. نگاه کنید این شکل رو، خوب دقت کنید. پنجره رو باز کرده، یه جسمی در بی نهایت قرار گرفته، فاصله دور، به فاصله های حدوداً 5 برابر بیشتر از شعاع اون کره‌ای که تبدیل کردیم با آینه، به اون فاصله ها دیگه میگیم فاصله بی نهایت. پنجره رو باز کرده، یه جسمی یه درختی اون دوره. قطعاً پرتوهای نور از اون جسم میاد و به آینه کوژ ما میخوره، کاو ما، آینه مقعر. آینه کاو ما پرتوهای نوری رو که اومده طوری بازتاب میکنه، نگاه کنید، حالا با رسم پرتوهاش فعلا کاری نداری، تصویر آن جسم روی این یه پرده کاغذی گذاشتیم جلوش، تصویر اون جسم رو دقت کنید، دقیقا روی اون پرده تشکیل شده، اون تصویر تصویر حقیقی است. هر وقت، خوب دقت کنید، هر وقت آینه کاو، آینه مقعر تونست تصویر جسم بی نهایت دور رو روی یه پرده ای بندازه، فاصله آن پرده یا فاصله آن تصویر تا آینه میشه فاصله کانونی. اون نقطه، اون جایی که تصویر مورد نظر ما تشکیل شده، اون نقطه کانون آینه کاو است. کانون کجاست؟ جایی که نور بعد از برخورد به آینه در آنجا متمرکز می شود. پس هر وقت یه آینه مقعر داشتید، خواستید ببینید کانونش کجاست، فاصله کانونی چقدره، دقت کنید، به کل، به این فاصله میگیم فاصله کانونی، به اون نقطه خاص میگیم کانون. توی دوره ابتدایی هم اشاراتی داشتید، خواستیم کانونش رو مشخص کنیم، فاصله کانونیش رو به دست بیاریم، کافیه از یک جسم دور تصویری بر روی یه پرده بندازیم. یه کاغذ میگیریم جلو آینه، قدیم بر اونورش میکنیم تا تصویرش تشکیل بشه. اون جایی که تصویر تشکیل شد میگیم اونجا کانونه. دقت کنید، نه تصویر هر جسم نزدیکی، تصویر جسمی که در فاصله دور قرار گرفته است روی کانون میافتد. ما به کمک آینه مقعر میتونیم تصویرهای گوناگونی تشکیل بدیم روی دیوار، روی پرده، تصویرهای حقیقی مختلف. جسممون نزدیک باشه، تصویر یه حالت پیدا میکنه، جسممون دورتر بشه، یه حالت دیگه پیدا میکنه. فقط و فقط در حالتی که جسم در فاصله دور یا در اصطلاح فیزیک در بی نهایت قرار گرفته، تصویرش میفته روی پرده، او پرده در فاصله کانونی قرار گرفته. اما دوستان، آینه محدب و مقعر رو از این نظر هم بررسی خواهیم کرد که شما تسلطتون بیشتر بشه. نگاه کنید، این یه آینه کاو، پرتوهایی که از یک جسم دور تأکید کرده ها، حواستون باشه به این، جسم دور، پرتوهایی که از یک جسم دور دارن میان، بعد از این که میخورن به آینه، طوری بازتاب میشن
که در کانون آینه متمرکز خواهند شد. در کانون آینه متمرکز میشن و تصویر اون جسم رو به صورت وارونه تشکیل خواهند داد. تصویر حقیقی واژگون است. کلمه واژگون یا وارونه استفاده میکنید، نمیگید برعکس. واژگون یا وارونه. یکی از کاربردهای آینه مقعر یا کاو رو در دندان پزشکی داریم میبینیم. آینه ای که آقای دکتر داخل دهن ما قرار میده یا خانم دکتر، اون آینه آینه مقعر است. آینه رو نزدیک میکنه به دندان طوری که دندان ما که جسم محسوب میشه در کانون قرار بگیره. در نتیجه پرتوهای در واقع تصویر آن دندان میرسد به چشم ما، به چشم پزشک، و میتونه جزئیات و ریزکاری های دندون رو ببینه. این آزمایش رو به راحتی با آینه کاو میتونید انجام بدید. اگر آینه کاو نداشتید میتونید از داخل قاشق نو، قاشقایی که استیلش هنوز براقه، بازتاب منظم انجام میده، میتونید حدوداً با اونها انجام بدید. البته فیلم رو، فیلمی که آزمایش انجام دادم در همین جا برای شما، رو خواهم گذاشت و خواهیم. آینه کوژ رو نگاه کنید، پرتوهای موازی رو چه کرده؟ خوب دقت کنید، پرتوهای موازی اومدن خوردن بهش. آینه محدب یا کوش طوری بازتاب میشن بچه ها که از هم دور میشن، همگرا، ببخشید، واگرا میشن. نگاه کنید این شکلی بازتاب شد بچه ها. این پرتوها، این پرتوهایی که دارن از هم واگرا میشن، هیچ وقت به هم نخواهند رسید. در نتیجه مجبوریم چیکار کنیم؟ مجبوریم امتدادشون بدیم. در درون آینه به هم میرسند. در نتیجه او جایی که به هم میرسن گفته بودیم اسمش کانونه دیگه، کانون آینه کوژ. اما بچه ها کانون آینه کوژ درون آینه است، پس باید بگیم آینه کوژ، آینه کوژ کانون مجازی دارد، کانونش واقعی نیست. در آینه کاو دیدیم، در آینه مقعر یا کاو نگاه کنید، پرتوهای موازی اومدن خوردن، خود پرتوها بازتاب شدن، در یه نقطه به هم رسیدن، گفتیم به این نقطه میگیم کانون، کانون حقیقی، کانونش واقعا تشکیل شده. حاصل امتداد دادن پرتوها به پشت آینه نیست، جلوی آینه است. اما آینه کوژ رو نگاه کنی، پرتوها اومدن خوردن، طوری بازتاب شدن که هرگز به هم نخواهند رسید. ادامه شون در درون آینه، نقطه چینا رو ببینید، در درون آینه به هم رسید. پس میگیم کانون آینه کوژ مجازی است. فاصله این نقطه تا سطح آینه بهش میگیم فاصله کانونی. در اینجا هم داشتیم فاصله نقطه کانون تا سطح آینه، این فاصله میشه فاصله کانونی. در آینه مقعر، اون یکی هم در آینه محدب یا کوش. استفاده از آینه های کوش رو ببینی. سر پیچ جاده ها، جاده های شمال، آینه داخل اتومبیل، آینه های بغل اتومبیل، همه اینا آینه های کوژن، محدبن. سوالی که مطرح میشه اینه که آقا چرا از آینه کوژ استفاده میکنه که تصویر کوچیک میکنه؟ خب بیان از آینه کاو، آینه فرو رفته مقعر استفاده کنن که تصویر رو بزرگ کنه. دقت کنید بچه ها،
در واقع ما با سایز تصویر خیلی کاری نداریم، ما میخوایم این آینه میدان دید وسیعی به ما بدهد. میدان دید، خوب دقت کنید. آینه تخت، آینه کاو، آینه کوش، همشون هم اندازن، هم قدم. فرض کنید این چشم ماست در مقابل این، میخوایم به کمک این آینه تخت پشت سرمون رو ببینیم. عزیزان آخرین پرتویی که طبق قانون بازتاب بیاد بخوره به اون لبه آینه و به چشم ما برسه و آخرین پرتویی که اینجا بیاد بخوره به لبه اینور آینه و بعد به چشم ما برسه، این محدوده که این آینه داره به ما نشون میده، بهش میگیم میدان دید، میدان دید پشت سرمون. اگر آینه ای کاو استفاده کنیم که تصویر رو بزرگ میکنه بچه ها، ای پرتوه باید بیاد بازتاب بشه به سمت اون چشمی که در مقابلش قرار گرفت. ببینید میدان دید چقدر کم شد. اگر توی اتومبیل از آینه کاو استفاده بشه، یه محدوده کوچیکی رو پشت سرمون میبینیم، نمیتونیم گسترش رو ببینیم. اما آینه کوژ رو نگاه کنید بچه ها، پرتویی که از اینجا میاد میخوره این لبه، بعد بازتاب میشه به چشم ما که بیننده ایم، و این پرتویی که از اینجا میاد میخوره به این لبه و بازم بازتاب میشه به چشمی که ما داریم میبینیم. میدان دید ببینید چقدر وسیع تر شد. علت این که سر پیچ جاده ها و در اتومبیل ها از آینه کوژ استفاده می کنیم همینه. درسته تصویر رو کوچیک می کنه، ولی میدان دید وسیعی رو در اختیار ما قرار میده. خب دوستان، آزمایشاتی انجام دادم با آینه کاو و آینه کوژ، ببینید لطفا. درود بر عزیزانم، وحید کودرزی هستم و از کلاس خانگی مجازیمون در خدمت شما هستم. این آینه مقعر و آینه محدب. عزیزانم اینجا میخواییم با آینه محدب و مقعر واقعی آشنا بشیم. اینجا آینه های واقعی محدب و مقعر رو میبینیم. آینه مقعر یا فرو رفته رو میارم نزدیک ببینن عزیزان. اینجا میتونین ببینین، ببینین مشخص فرو رفتگیش. تصویر هم شاید بتونین ببینین الان. تصویر رو بزرگتر میکنه. یا تصویر انگشت من رو الان میتونین ببینین؟ چقدر بزرگتر شده؟ تصویر مجازی بزرگتره. تصویری که در اون آینه میبینیم بهش میگیم مجازی. آینه محدب سطح برآمده داره، کامل احتمالا مشخص باشه توی تصویرتون. تصویر مجازیش هم نگاه کنید انگشت من رو، حالا همون آزمایش قبل رو میخوایم باشون انجام بدیم. اول ببینیم که پرتوهای موازی را چه میکنن. عزیزانم بازم لیزرها اینجا آماده هستن، من لیزرها رو روشن میکنم. دو تا لیزر تقریبا موازی، پرتوهای موازی لیزر رو دارید میبینید. ابتدا آینه فرو رفته کاو یا مقعر رو بهش نزدیک میکنم. عزیزان ببینید پرتوهای موازی دارن میرن، بعد از این که بازتاب میشن ببینید متمرکز شدن اون نقطه کانون حقیقی آینه مقعره. کامل مشخص هست. پرتوها میان میخورن، بازتاب میشن و هم نزدیک میشن اونا. حالا آینه کوش یا برآمده رو
امتحان میکنیم. ببینیم پرتوهای موازی داره میاد میخوره و باز پاوشون رو ببینید دارن دور میشن. گفتیم طبیعتا این دوتا هرگز به هم نمیرسن، پشت آینه به هم میرسن. یعنی پرتوها رو اگر ادامه بدیم به پشت آینه به هم میرسن، میگفتیم کانون مجازی دارن اینها. اما آزمایش بعدیمون عزیزان با لیزر کاری نداریم. در واقع آزمایش بعدی میخوایم یه نمونه از تصویرهای حقیقی ببینیم. تصویر حقیقی یعنی تصویری که نه درون آینه بلکه روی پرده تشکیل میشه. عزیزانم مجبور هستیم فضا رو تاریک کنیم، من باید لامپ ها رو خاموش کنم و از نور شمع به عنوان جسم انتخاب استفاده میکنیم. یعنی در واقع من نور این فندک رو یا نور شمع رو در مقابل آینه میگیرم ببینم آیا تصویری بر روی پرده تشکیل میشه یا خیر. اگر تشکیل بشه اون تصویر، تصویر حقیقی است. نکته، تصویر حقیقی همیشه واژگون است. خب عزیزای دلم، اینجا این جسم ماست، پس در واقع شعله شمع یا فندک جسم هست. ابتدا آینه محدب رو خوب دقت کنید، باید چطور باشه؟ پرده، جسم، آینه. در عدسی ها داستان فرق میکنه، تو کلیپ بعدی میگم خدمتتون. جسم، پرتوهای نور از جسم میاد میخوره آینه، آینه بازتاب میکنه میندازه روی پرده. من مجبورم یه ذره کج بایستم که شما بهتر بتونید ببینید. عزیزان الان نگاه کنید، آینه من محدبه، هر کاریش میکنم شما به هیچ تصویری روی پرده نمیبینید. نگاه کنید دورش میکنم، نزدیکش میکنم، هیچ اتفاقی نمیفته، چون آینه محدب پرتوها را پراکنده می کنه. هر جسمی پرتوها را واگرا کنه، پراکنده کنه، قادر به تشکیل تصویر حقیقی بر روی پرده نیست. اما حالا با آینه مقعر می خوام عمل کنم، همونه که تصویر مجازیش بزرگ بود. خوب دقت کنید، بازم جسم، آینه، پرده. اینجا پرده است، این تصویرمون، این جسممون. ببخشید نگاه کنید بچه ها، نگاه کنید فاصله تغییر میکنه. آها، شما الان میتونید تصویر واژگون شعله رو ببینید. آروم فوتش میکنم، ببینید. امیدوارم که تصویر خوب افتاده باشه و شما تصویر حقیقی شعله شمع وارونه رو الان تقریبا کیفیتش خوبه. امیدوارم سلامت باشید. تا کلیپ بعدی مراقب خودتون باشین عزیزانم. خدا نگهدارت. عزیزانم به پایان این فصل رسیدیم، بازتاب نور به اتمام رسید. انشالله تا فیلمی دیگر، خدا نگهدار.